صبحتان بخیر، با شما هستیم. خوشبختانه در این بخش هم مهماندار هستیم. آقای شاکر حیات، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه خورشید با ما هستند و در مورد اینکه روشن فکر کی هست بیشتر صحبت ها را با آقای حیات می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر. بسیار زیاد خوش اومدید. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. سلامت باشین. خیلی شکر. خوش هستیم شما را در کنار خود داریم. بیشتر صحبت ها را در مورد این می داشته باشیم که روشن فکر کیست. بالاخره همه میگن که ما همه ما روشن فکر هستیم، اما امروز با جزئیات بیشتر از شما میشنویم. سلامت باشین. یک سلام جداگانه خدمت بینندگان محترم دارم. صبح همگیشان بخیر و سلامت میگم. در مورد روشن فکر تعریف متعدد وجود داره. یک دانشمند آمده به یک قسم تعریفش کرده، دانشمند دیگه با کمی تفاوت. اما آنچه که در مجموع میشه که از اینا برداشت کرد، روشن فکر میگه کسی است که منتقد باشه، منتقد به وضعیت موجود، آنچه که جریان داره منتقد باشه، فکرش به این باشه که برسه به یک وضعیت مطلوب. تعریف دیگه ای که از روشن فکر وجود داره ای است که میگه ایان باید منتقد باشه نسبت به قدرت و نسبت به سنت گذشته. نسبت به قدرت یعنی آنچه که نظام سیاسی یا نوع حکومت یا ساختار سیاسی و اداری در یک جامعه از نسبت به اونا منتقد باشه، خلاهایش پیدا بکنه، نواقصش پیدا بکنه، رای حل برش به خاطر بهبود وضعیت ارائه بکنم. همین رقم نسبت به سنت ها، چی سنت های ایدئولوژیک باشه، چی سنت های فرهنگی باشه، هر سنتی که باشه کسی که میاد خلاهای از او را پیدا میکنه، نواقصش را پیدا میکنه، یک سیقل جدید بر از او میده، یک رنگ و بو و امثال هم به خاطر استفاده جدید در عصر معاصر از او داشته باشه، خود از این منتقد است یا خودش روشن فکر است. از طرف دیگه میگه روشن فکر کسی است که ویژگیاش مطرح میکنن که یکی منتقد باشه مورد اولش، دوم دیگه جرأت گفتن از این نقد خود را داشته باشه. روشن فکر کس نیست که تنها در ذهن خود تحلیل خود را، ذهن خود را، فکر خود را پرورش بده مگر او را به کسی نگویه، مگر او را به مطبوعات نگویه، او را در جامعه نگویه، او را برای مردم نگویه، بترسه، یعنی جرأت گفتنش را داشته باشه. ویژگی سوم روشن فکر ای است که در امون جایی که مشکل وجود داره در امونجا باید زندگی بکنه، نه کسی که مثلا رفته به خارج از افغانستان بیاد بگه که یک روشن فکری است، استم از جنس افغانستان، از جنس مردم افغانستان. اگر شما روشن فکر هستین بیاین در بحران زندگی بکنین، در بحران فکر بکنین، در بحران فکر تولید بکنین، رای حل بتین، مشکل حل بکنین. یعنی یک روشن فکر سه ویژگی داره: منتقد باشه، جرأت گفتن را داشته باشه، سوم دونمون بطن بحران زندگی کرده باشه. در مورد سیر تاریخیش اگر بیم، روشن فکر هم جریانی است که در دنیا وجود داشته، همین رقم در افغانستان هم تاریخ به خصوص خود را داره. در دنیا منظورم از جهان است که مثلا کشور فرانسه، انگلستان، ایتالیا و جرمنی و امثال هم بعضی دانشمندان بودن که از جمله روشن فکران همون زمان خود محسوب می شدن، آمدن بعض آثار از خود تولید کردن، منتقد شدن نسبت به حکومتشان، گفتن حکومت میراثی که ما از گذشته داریم این حکومت میراثی به درد نمی خوره، باید حکومت انتخابی باشه، یک اثر جدید ارائه کرد برای مردم، داد. امی رقم دانشمندان انگلیسی مانند هابز آمد قرارداد اجتماعی را مطرح کرد، دانشمند فرانسوی مانند روسو آمد تفکیک قوا را مطرح کرد. همین رقم بعض دانشمندان دیگه نسبت به وضعیت همون زمان منتقد شدن، انتقاد کردن، رای حل جدید را پیشنهاد کردن که یک مبنای شد برای اصلاحات بعدی در اروپا. همین رقم اگر بیم در افغانستان، هم برای اولین بار سیر روشن فکری یا تاریخ روشن فکری
برمیگرده به زمان ابی بلا خان. در زمان ابی بلا خان، زمانی که مکتب حبیبیه ساخته شد، اینا اولین کار کردن یک تعداد محصلین روان کردن به اروپا و ترکیه به خاطر تحصیل. در اونجا اونا زمانی که رفتن و وقتی که برگشتن، اونا فکرشان متحول شده بود نسبت به حاکمان افغانستان انتقاد میکردن، نسبت به وضعیت سیاسی افغانستان منتقد شدن. از جمله کسایی که رفته بودن مانند محمود طرزی، مانند دروازی، عبدالهادی داوی و امثال هم، اینا آمدن نسبت به امیشای، امو زمان کسی که اینا را فرستاده بود به تحصیل، گفتن اگر اولین کسی که مانع رشد امور سیاسی از خود پادشاه است، باید این از صحنه برداشته شد. در بین از این روشن فکرا، پسر ابی بلا خان که به نام امان الله خان بود که بعدا پادشاه شد، ایام حضور داشت. اینا به خاطر از اینکه بتانم ایده خود را در افغانستان تطبیق بکنن، بتانن که اونمو طرز فکر خود را در افغانستان به خاطر اصلاحات در افغانستان تحقق بخشن، اولین کار کردن پدر خود را از صحنه برداشتن، کشتنش. ای بود جریان اول روشن فکری در افغانستان. جریان دومش برمیگرده به زمان خود امان الله خان. وقتی که امان الله خان میای قدرت را میگیره، اینمی جریان دوم روشن فکری خودشان در رأس قدرت قرار میگیره. باز این وقتی است که بعض کارها به خاطر اصلاحات انجام میدن، مگر در آخر کار به جایی که خودشان اونمو طرز فکر ایده به خاطر اصلاحات داشتن، متاسفانه در آخر کار نتانستن که را تحقق بشن بنابر ملاحظات سیاسی. دور سوم جریان های روشن فکری برمیگرده به دهه دموکراسی. خود ظاهرشاه، خود شخص ظاهرشاه، نه کسای دیگرش، او آدم هم تا حد اونم ایده روشن فکری را در خود پرورش میده، میای نسبت به حکومت خود اصلاحات میره، نظام شاهی را میکشونه به طرف دموکراسی، به طرف جمهوریت، سیستم سیاسی را قسمی میسازه که باید صدارتی باشه، صدر اعظم، وزیر نباید از خاندان شاهی باشه، یعنی بعض اصلاحات را میاره. ای بود جریان سوم روشن فکری در افغانستان. جریان اخیرش یا چهارمیش برمیگرده به عصر معاصر کنونی، عصر امروز. بله، عصر امروز. قبل از اینکه به عصر امروز بپردازیم، بعض بزرگوارای بودن که این جریانش روشن فکری را در افغانستان شکل دادن. ما یکی روشن فکر عملگرا داریم، دیگه روشن فکر داریم که صرف میشینه و گپ میزنه، خلاص. همش درس میشه. بله بله. از این روشن فکرایی که عملگرا هست بودن و مبنای نمی روشن فکری امروز قرار گرفتن، که مبنا شد بر دانشگاه سازی، مبنا شد بر روزنامه سازی، مبنا شد بر رادیو سازی، مبنا شد بر تلویزیونی که فعلا شما کار میکنه، مبنا شد برای از ارزش ها. او جز قهرمان ملی احمد شاه مسعود کسی دیگری بوده نمیتونه. روشن فکری بود که به خاطر فکر خود مبارزه کرد، عملا جان خود را داد تا که وضعیت که نسبت به او منتقد بود به یک وضعیت مطلوب رساندش. اینمی ارزشی که ما امروز داریم، اینمی دستاوردهایی که ما امروز داریم، هم از برکت از اونا است. خب او باشه در جاش، حالا میم در وضعیت کنونی. همین جریان امروز که شکل گرفته، اولین جریانی است که میخواین که روشن فکری را بومی بسازند در افغانستان. جریان اولی که جریان مشروطه خواهی برش میگن، او زمان شکل گرفت، او یک جریان روشن فکری بود که از بیرون آمده بود، رفتن تحصیل کردن در بیرون، آمدن در افغانستان تحقق بخشیدنش. یعنی بیشتر آثار، کتاب و آن چیزی که برداشت هایی که داشتن تمامش از بیرون گرفته شده بود. امروزه قرار است که این روشن فکری بومی شود در خود افغانستان. ایره اینمی تلویزیون خورشید بومیش میسازه،
تلویزیون هایی که وجود داری را بومی می سازه، روزنامه هایی که در افغانستان وجود داری را بومی می سازه، بخصوص دانشگاه ها. شما می بینین که صدها هزار نفر از این فارغ میشن. کسایی که از اینجا فارغ میشن، آثار را که اینا مطالعه میکنن اکثرا از نویسنده های داخلی افغانستان است، یا از دانشمند روشن فکر حقوقیش است، یا از دانشمند روشن فکر سیاسیش است، یا از دانشمند روشن فکر فرهنگی شاعر و امثال هم است. یعنی اینا آثار کسایی را مطالعه میکنن که از خود افغانستان است، در اینجا زاده شده، تراش کرده از فکر خودش است، از خود افغانستان، برای افغانستان است. به می لحاظ است که من به این معتقد هستم که آهسته آهسته این روشن فکری در افغانستان بومی شده روان است. بله. وقتی که یک جریان روشن فکری در یک کشور بومی شود، او از خود پیامدها داره. در اروپا روشن فکریش بومی شد، انقلاب صورت گرفت، دیدن که امروز اروپا و امریکا به بهشت زمین معروف شده. بله. امروزه که در افغانستان روشن فکری به اوج خود میرسه یا در جریان است، خود از این یکی از پیامدهایش اینمی است که دیگه چیزی را به نام طالب نمیشناسن، دیگه چیزی را به نام عقبگرا اجازه نمیدن، دیگه چیزی را به نام ممنوعیت به خاطر تحصیل اجازه نمیدن. بله، واقعا ممنون از شما آقای حیات از یک تشریف آوردین. انشالله روزهای بعد شما را می داشته باشین، چون وقت محدود است. همیشه ما کوشش به این هستیم بتوانیم بیشتر صحبت های مهمان عزیز ما را داشته باشیم. سلام. اما خیر، انشالله که جبران خواهیم کرد و همیشه شما در برنامه که با ما همکار هستین. ممنون. زنده و سلامت باشین. زنده باشین. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و تنها نگذارید.